فصل نهم. عیسی 12 حواری را پیش خود خواند و با آنها قدرت و اختیار داد تا بر تمامی دیوها چیره شوند و بیماری ها را درمان نمایند. آنان را فرستاد تا پادشاهی خدا را اعلام کنند و مردم را شفا دهند. به آنان فرمود برای مسافرت هیچ چیز نبرید، نه چوب دستی، نه کوله بار و نه نان و نه پول، و هیچ یک از شما نباید جامه اضافی داشته باشد. هرگاه شما را در خانه میپذیرند، تا وقتی در آن شهر هستید در آن خانه بمانید. اما کسانی که شما را نمیپذیرند، وقتی شهرشان را ترک میکنید، برای عبرت آنان گرد و خاک آن شهر را هم از پاهای خود پاک کنید. به این ترتیب آنها به راه افتادند و آبادی به آبادی میگشتند و در همه جا بشارت میدادند و بیماران را شفا میبخشیدند. در این روزها هیرودیس پادشاه از آنچه در جریان بود آگاهی یافت و سرگشته و پریشان شد، چون عده‌ای میگفتند که یحیای تعمید دهنده زنده شده است. عده‌ای نیز میگفتند که الیاس ظهور کرده. عده‌ای هم میگفتند یکی از پیامبران قدیم زنده شده است. اما هیرودیس گفت من که خود فرمان دادم سر یحیی را بزنند، ولی این کیست که درباره او این چیزها را میشنوم؟ و سعی میکرد او را ببیند. وقتی رسولان برگشتند، گزارش کارهایی را که انجام داده بودند به عرض عیسی رسانیدند. او آنان را برداشت و به شهری به نام بیت سیدا برد و نگذاشت کس دیگری همراه ایشان برود. اما مردم با خبر شدند و به دنبال او به راه افتادند. ایشان را پذیرفت و برای ایشان درباره پادشاهی خدا صحبت کرد و کسانی را که محتاج درمان بودند شفا داد. نزدیک غروب 12 حواری پیش او آمدند و عرض کردند این مردم را مرخص فرما تا به دهکده ها و کیسارهای اطراف بروند و برای خود منزل و خوراک پیدا کنند، چون ما در اینجا در محل دور افتاده‌ای هستیم. او پاسخ داد شما خودتان با آنان غذا بدهید. اما شاگردان گفتند ما فقط 5 نان و 2 ماهی داریم، مگر اینکه خودمان برویم و برای همه این جماعت غذا بخریم. آنان در حدود 5000 مرد بودند. عیسی به شاگردان فرمود اینان را به دسته‌های 50 نفری بنشانید. شاگردان این کار را انجام دادند و همه را نشانیدند. بعد عیسی آن 5 نان و 2 ماهی را گرفت، چشم به آسمان دوخت و برای آن خوراک سپاسگزاری کرد. سپس نانها را پاره کرد و به شاگردان داد تا پیش مردم بگذارند. همه خوردند و سیر شدند و 12 سبد از خورده های نان و ماهی جمع شد. یک روز وقتی عیسی به تنهایی در حضور شاگردانش دعا می کرد، از آنان پرسید مردم مرا کی می دانند؟ جواب دادند بعضی ها می گویند تو یحیای تعمید دهنده ای، عده‌ای میگویند تو الیاس هستی و عده‌ای هم میگویند که یکی از پیامبران پیشین زنده شده است. عیسی فرمود شما مرا کی میدانید؟ پتروس جواب داد مسیح خدا. بعد با آنان دستور اکید داد که این موضوع را به هیچ کس نگویند و ادامه داد لازم است که پسر انسان متحمل رنج‌های سختی شود و مشایخ یهود، سران کاهنان و ملایان یهود او را رد کنند و او کشته شود و در روز سوم باز زنده گردد. سپس به همه فرمود، اگر کسی بخواهد پیرو من باشد، باید دست از جان بشوید و همه روز صلیب خود را بردارد و با من بیاید. هر که بخواهد جان خود را حفظ کند، آن را از دست خواهد داد. اما هر که به خاطر من جان خود را فدا کند، آن را نگاه خواهد داشت. برای آدمی چه سودی دارد که تمام جهان را به دست بیاورد، اما جان خود را از دست بدهد یا به آن آسیب برساند؟ هر که از من و سخنان من
عار داشته باشد، پسر انسان نیز وقتی با جلال خود و جلال پدر و فرشتگان مقدس بیاید، از او عار خواهد داشت. یقین بدانید، از کسانی که در اینجا ایستادن، عده‌ای هستند که تا پادشاهی خدا را نبینن، طعم مرگ را نخواهند چشید. عیسی تقریباً یک هفته بعد از این گفتگو، پتروس، یوحنا و یعقوب را برداشت و برای دعا به بالای کوه رفت. هنگامی که به دعا مشغول بود، نمای چهرش تغییر کرد و لباسهایش از سفیدی می درخشید. ناگهان دو مرد یعنی موسی و الیاس در آنجا با او گفتگو می کردند. آنها با شکوه و جلال ظاهر گشتند و درباره رحلت او یعنی آنچه که می بایست در اورشلیم به انجام رسد صحبت می کردند. در این موقع پتروس و همراهان او به خواب رفته بودند، اما وقتی بیدار شدند جلال او و آن دو مردی را که در کنار او ایستاده بودند مشاهده کردند. در حالی که آن دو نفر از نزد عیسی می رفتند، پتروس به او عرض کرد: ای استاد، چه خوب است که ما در اینجا هستیم. سه سایبان بسازیم، یکی برای تو، یکی برای موسی و یکی هم برای الیاس. پتروس بدون آنکه بفهمد چه میگوید این سخن را گفت. هنوز حرفش تمام نشده بود که ابر آمد و بر آنان سایه افکند. وقتی ابر آنان را فرا گرفت، شاگردان ترسیدند. از ابر ندایی آمد: این است پسر من و برگزیده من، به او گوش دهید. وقتی آن ندا به پایان رسید، آنها عیسی را تنها دیدند. آن سه نفر سکوت کردند و در آن روزها از آن چه دیده بودند چیزی به کسی نگفتند. روز بعد وقتی از کوه پایین می آمدند، جمعیت زیادی در انتظار عیسی بود. ناگهان مردی از وسط جمعیت فریاد زد: ای استاد، از تو التماس می کنم به پسر من که تنها فرزند من است نظری بیاندازی. روحی او را می گیرد و ناگهان نعره می کشد، کف از دهانش بیرون می آید و بدنش به تشنج می افتد و با دشواری زیاد او را رها می کند. از شاگردان تو تقاضا کردم که آن روح را بیرون کنند، اما نتوانستند. عیسی پاسخ داد: مردمان این روزگار چقدر بی ایمان و فاسد هستند. تا کی با شما باشم و شما را تحمل کنم؟ پسرت را به اینجا بیاور. اما قبل از آن که پسر به نزد عیسی برسد، دیو او را به زمین زد و به تشنج انداخت. عیسی با پرخاش به روح ناپاک دستور داد خارج شود و آن پسر را شفا بخشید و به پدرش بازگردانید. همه مردم از بزرگی خدا مات و مبهوت ماندند. در حالی که عموم مردم از تمام کارهای عیسی در حیرت بودند، عیسی به شاگردان فرمود: این سخن مرا به خاطر بسپارید. پسر انسان به دست آدمیان تسلیم خواهد شد. اما آنان نفهمیدن چه میگوید. مقصود عیسی به طوری برای آنان پوشیده بود که آن را نفهمیدن و میترسیدن آن را از او بپرسند. مباحثه در میان آنان در گرفت که کی بین آنها از همه بزرگتر است. عیسی فهمید که در ذهنشان چه افکاری میگذرد. پس کودکی را گرفت و او را در کنار خود قرار داد و به آنان فرمود: هر که این کودک را به نام من بپذیرد، مرا پذیرفته است. و هر که مرا بپذیرد، فرستنده مرا پذیرفته است. زیرا در بین شما آن کسی بزرگتر است که از همه کوچکتر می باشد. یوحنا عرض کرد: ای استاد، ما مردی را دیدیم که با ذکر نام تو دیوها را بیرون می کرد، اما چون از ما نبود سعی کردیم مانع کار او شویم. عیسی به او فرمود: با او کاری نداشته باشید، زیرا هر که ضد شما نباشد با شماست. چون وقت آن رسید که عیسی به آسمان برده شود، با عزمی راسخ به اورشلیم رو نهاد و قاصدانی پیشاپیش خود فرستاد. آنان حرکت کردند و به دهکده‌ای در سرزمین سامریان وارد شدند تا برای او تدارک ببینند.
اما مردمان آن ده نمی‌خواستند از او پذیرایی کنند، زیرا معلوم بود که او عازم اورشلیم است. وقتی یعقوب و یوحنا شاگردان او این جریان را دیدند، گفتند: خداوندا، آیا می‌خواهی بگوییم از آسمان آتشی ببارد و همه آنان را بسوزاند؟ اما او برگشت و آنان را ملامت کرد و روانه دهکده دیگری شدند. در بین راه مردی به او عرض کرد: هر جا بروی من به دنبال تو میایم. عیسی جواب داد: روباهان لانه و پرندگان آشیانه دارند، اما پسر انسان هیچ جایی ندارد که در آن بیارامد. عیسی به شخص دیگری فرمود: با من بیا. اما او جواب داد: ای آقا، بگذار اول بروم پدرم را به خاک بسپارم. عیسی فرمود: بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسپارند. تو باید بروی و پادشاهی خدا را در همه جا اعلام نمایی. شخص دیگری گفت: ای آقا، من با تو خواهم آمد، اما اجازه بفرما اول با خانواده‌ام خداحافظی کنم. عیسی به او فرمود: کسی که مشغول شخ زدن باشد و به عقب نگاه کند، لیاقت آن را ندارد که برای پادشاهی خدا خدمت کند.